تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره وحی قرآن و کلام خالق هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 3 سوره آل عمران آیه 10 هستیم. با هم بشنویم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. قطعا کسانی که کفر ورزیدند، نه اموالشون و نه فرزندانشون، در برابر عذاب خدا در قیامت هیچ به کارشون نمیخوره و آنها خودشون هیزم و سوخت آتشند. کلمه وقود به معنای ماده سوخته نیست، که وسیله آتش زدایی و دوزخه. در آیه دیگه میفرماد وقود و هنناس و الهجاره، یعنی سوخت جهنم، سنگ و انسان. الله اکبر، الله اکبر. انسانی که خداوند تو قرآنش میفرماد که فضلنا بنی آدم، گرامی داشتیم، کرمنا، کرامت دادیم، نفخت و فیه من روحی، روح خدا درش هست، آدم به او سجده کرد، فتبارک الله احسن الخالقین، فی احسن تقویم، سخر لکم، خلق لکم، متاعا لکم، ابرو باد و قمه خورشید مال توه. انسانی که اینقدر عزیزه که گل سرسته بده هستیه، به خاطر لجبازی میرسه که میشه کنار سنگ قرار میگیره. میگه آتش جهنم سوختش از دو چیزه، یکی سنگ، یکی خود انسانهای فاسد. اولئک هم وقود النار، این کفار لجوج وقود آتشن، یعنی خودشون ماده سوخته نمیشن. خصلت‌ها و افکار و اعمال هویت انسان را دگرگون میکنه، انسان را به سوخت آتش تبدیل میکنه، خودش عامل سوخت خودش میشه. غیر از او هیچ کس نه در دنیا و نه در آخرت نیازهای واقعی انسان را تأمین نمی کنه. لن تغنیه شیئا، یعنی هیچ به درد نمی خوره، یعنی یک در میلیونم هم کارایی ندارند. پس به مال و فرزند مغرور نشید. دلبستگی به غیر خدا هر چه باشد محکومه. کفر انسان را از مدار انسانیت خارج میکنه و در حد جماد قرار میده. اصولا اونی که انسان را انسان میکنه فکر و ایده و کمالات انسانه، وگرنه در شکم قرآن وقتی بحث شکمه میگه خودتو خرد، میگه بله خودتو خرد، متاعا لکم ولانعامکم، اینا مال خودتو گاوت. یعنی اگر بنای انسان به شکم شد، انسان پلو گاوه. اما اگر انسان انسانیت شد، فرشته به او سجده میکنن. پن انسان میتونه از کمالات برسه به جای که فرشته بر او سجده کند، میرسه به جایی که اصول دین سه چیز است: خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن، پول، پلو، پارتی. میرسه به اینجا که به اینجا میرسه. وقود و هنناس و الحجاره. خب بریم سراغ آیه 11 با هم بشنویم. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. کفار منش و روششون مثل دعبه. کلمه دعب یعنی عادت، میگن دعبشینه یعنی عادتشینه. شیوه کفار مانند شیوه فرعونیان هستن و کسانی که پیش از اینها بودن. اینها کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، فاخذهم الله بذنوبهم، ما هم به خاطر گناهانشون اینها رو گرفتیم و خدا شدید العقاب، کیفر سخت داره. بعد از بیان کلیات نمونه خوبه. آیه اول کلی بود که کسانی که کافرن لن تغنیه، افرادی که کافر هستن لن تغنیه انهم اموال ولا اولاد. اینا که کافرن و لجوجن، حق و میفهمن و سرپوش میذارن، اموال اولاد به دردشون نمیخوره. این کلی بود. حالا نمونه فرعون. فرعون اموال اولاد به دردشون نخورد، کاخ و مال و ثروت به دردشون نخورد. بعد از کلیات یه نمونه گفته، نمونهش هم گروه فرعون. تکیه بر قدرت ها، چه قدرت مالی اولادی، اینا تکیه بر اینا شیوه آل فرعونه. آل فرعون تکیه بر زر و زور و تزویر میکردن، دیدید فایده نداشت، آخر غرق شدن. پ
پس شما تکیه نکنید. تاریخ و تجربه گذشتگان بهترین درسه. میگه کتاب آل فرعون، سرنوشت فرعون رو بخونید دیگه مثل اون نباشید. گاهی نقش اطرافیان از خود انسان کمتر نیست. میگه کدعب آل فرعون، نمیگه کدعب فرعون، کدعب آل فرعون. یعنی این اطرافیان دست کمی از خود طرف ندارن، گاهی اطرافیان بیشتر بادنجون دور قابچینا بیشتر شورشونن قصدر. خب گناه بده، اما بدتر از گناه اینه که انسان گناه عادتش بشه. انسان گناه که میکنه، منتها که دعب، این گناه کردن دعبش بشه، یعنی شیوه او بشه، یعنی معتاد به گناه بده. بالاخره هر کسی ممکنه در عمرش یه بار سیگار بکشه، اما این که انسان خودشو معتاد به دود کنه، اون دعبش خیلی بدنه. بدتر از گناه عادت به گناه هست، که میگه که دعب آل فرعون. خصلت ها و شیوه ها و اعمال و گناهان مشابه، جزای مشابه داره. دعب آل فرعون غرق شدن، اینجا میگه فأخذهم الله بذنوبهم. عامل هلاکت مردم خود عمل مردمه. اخذهم الله بذنوبهم، به خاطر گناه اینها را خدا میگیره. اخذهم الله بذنوبهم، یعنی خودم کردم که لعنت بر خودم کردم. همینه، گندم از گندم بروید جوزه جو، معنیش همینه. اخذهم الله بذنوبهم فاهلكوا بالطاغیه، هلاک شدن به خاطر طغیان. اخذهم الله بذنوبهم، یعنی عامل هلاکت رفتار و گناهان خودشون بودن. بعد میگه شدید العقاب. چرا خدا کیفرش سخته؟ کسی که گناه کردن عادت شد کیفرم سخته. یه وقت گناه جرقه است، یه وقت گناه جریان. جرقه قابل بخشه. ببینید قرآن اونجا که میگه کانو یفسقون، کانو یعملون، کانو یفسقون، کانو یعملون، یعنی اصل برنامهش اینه. اینا که برنامهشون فساد و فتنه است، برنامهشون لجاجته، دعبشون، روش و عادتشون اینه، نسبت به اینها خدا شدید العقابه. یعنی هر جا گناه عادت شد، پیشه شد، روش و منش و خصلت شد، وقتی که در اون جاها خدا سخت کیفره، شدید العقاب. از آیه 10 و 11 تو این چند دقیقه بگذاریم. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد قسم بدهیم، گناه را دعب ما، تخلف و لجاجت را دعم و روش ما را انحراف قرار نده. لغزش های موردی را هم از ما ببخش. السلام علیکم و رحمت الله.